سلام و درود مهندسان عزیز. توی دو تا ویدیو قبلی ما نرم افزار کیل و کیوب رو STM32 کیوب رو نصب کردیم، اما توی این ویدیو بریم پروتئوس رو هم برای شبیه سازی نصب بکنیم. پروتئوس یه ورژن 7 داره، یه ورژن 8 داره. ورژن 7ش رو میتونید وارد سایت خود من بشید، توی قسمت آموزش دانلود فایلای آموزشی و دانلود نرم افزار من اینجا قرار دادمش، میتونید بیاید و دانلودش رو انجام بدید. اینجا پروتئوس ورژن 7.10 و یه ورژن 8 هم داره. حالا من هر دوتا رو میخوام نصب کنم. 7.10 رو ستاپش رو میارم، صبر میکنیم که این بیاد ستاپش باز بشه. این چون داخل شبکه هست بعد بره دانلودش کنه و یه مقدار زمان میبره. خب این الان باز میشه، نکس میزنم. اینا همه راحته، نکس میزنیم. نکس از من لایسنس کی الان میخواد، لایسنسی پیدا نکرده. نکس میزنم، بروفز که بزنم آدرس لایسنس رو باید بهش بدم. اینو کپی میکنم، میام اینجا میزنم پیس بشه. البته درایو چون درایو شبکه هست شاید نتونه بازش کنه. حالا من دستی برم بیارمش نمیتونه. خب من یه کاری میکنم، این فایل لایسنس رو میندازم مثلا روی دسکتاپ و اینجا آدرس دسکتاپ رو بهش میدم که دیگه مشکلی نداشته باشه. این استال رو میزنم، این الان اومد این قسمت و دیگه میتونم نصب و انجام بدم. اینم تیکه اینو میزنیم و دیگه میذاریم نصب بشه. بعد از نصب بعد این فایله رو اجرا کنیم. اینم باید کلیک راست کنید، حتما ران اس ادمنستریتور انتخاب کنید که این بیاد. و ویندوز هم دیگه فکر نمی کنم کسی الان ویندوز 32 بیتی بریزه، به خاطر اینکه اون سیستم ها همه رماشون ارتقا پیدا کرده و اینا. فکر نمی کنم سیستم 32 بیتی بیشتر از 4 گیگ رم رو نمیشناسه. به خاطر همین تو ویندوز 64 بعد پروگرام فایل اسپیس x86 بنویسید، اینجا بعد بره اکسترکتش کنه. اینو آپدیت که بزنم اینو میره انجام میده، یه دونه فایل رو نمیتونه آپدیت کنه. اینو خب اینو چون نمیتونه آپدیت کنه من بعد چیکار کنم؟ اینم بزنم بره. من بعد دستی اینو کپی کنم، اینو کپی میکنم میام توی این قسمت، اینجا فولدر لب سنتر الکترونیکس پروتئوس 7 و بین اینجا پیست میکنمش. خوبی این پروتئوس نسبت به اون ورژن قبلی اینه که اینم اول رو دسکتاپ بذاریم بعد بریزیمش اینجا موو هیر. نسبت به ورژن جدیدتر در واقع اینه که سبکه، تحت جاوا هنوز نرفته و سرعتش بالاتره. به خاطر همین آی سی هایی که این ساپورت میکنه رو من دوست دارم با این شبیه سازی کنم. این خیلی سبکتر و نرمتر کار میکنه نسبت به ورژن 8. خب پس این ورژن رو ریختیم، یه جایی به دردمون میخوره ورژن 7.10 و خب STM نداره، STM نداره، فقط LPC داره. برای اینکه بخوایم STM رو هم داشته باشیم بعد ورژن 8 رو بریزیم. حالا 8.16ش هست، 8.13 هم هست، حالا خیلی فرقی نمیکنه کدومو در واقع نصبش انجام بدید. یکی از اینا رو نصب کنید اوکیه. 8.17 هم جدیدن اومده که دیگه من دانلودش نکردم، چون با پورتئوس حالا چه ورژن 7 چه ورژن 8 میشه PCB هم کشید، مدارچاپی هم کشید. تو اون ورژن ها بیشتر این قسمت مدارچاپی و PCB و اینهاش آپدیت شده، خیلی شاید به کار ما نیاد. حالا بیشتر مدارچاپی ها رو حرفه‌ای بخوایم کار کنیم با همون آلتیوم اینا میکشیم، با پروتئوس در حد مثلا دانشجویی یا میخوایم سریع کارم را بیفته هستش. خب این الان خارج شد،
یعنی کپی شد، حالا من ستاپش رو اجرا میکنم اینجا برن نصب بشه دیگه. این خوبیه این ورژنه که انقدر کرک و اینا نداره، مثل اون یکی ورژنه چند مدل کرک و اینا بخوایم براش فعال کنیم. صبر میکنیم نصبش انجام بشه. نصبش که انجام شد بعد بازش کنیم. خب فقط تو این کیوب آی دی ای من اینجا وارد تنظیمات چیز بشم، این پروژه رو اول بعد انتخاب کنم. اینجا یه گزینه وجود داره، حتما بعد فایل هگز به ما بده. نمیدونم کدوم قسمت هست، تیکش رو که میزنیم به ما هگز میده. اینجا باید باشه، بذاری ببینم. ها اینجاه، اینجا این تیکه رو که بزنیم فایل هگز یا فایل باینری یا هر کدوم خواستیم میتونیم ازش بگیریم. تو پروتئوس فایل هگز به کار ما میاد و این رو من میزنم، اپلای میزنم، این الان آماده است. بیلد رو که بزنم این الان بیلد میشه و اگر این صفحه رو اینجا دابل کلیک کنم این صفحه بزرگ بشه، اینجا یه دستوری رو برای ما اجرا میکنه. این دستوره میاد چکار میکنه؟ فایل خروجی این برنامه فرمتش ELF، از روی فایل ELF میره فایل هگز رو برای من درست میکنه. حالا پروتئوس رو حالا اینم نمیخوام، میزنم فینیش. این فایل ستاپشم پاک کنم، یه الان میتونم راحت بازش کنم و این تراشه رو میتونم براش بیارم. یعنی اینجا اینو بزنم، بیام پی رو بزنم، بنویسم STM32F103C8، C8 رو داره. اوکی اینو میام قرار میدم. دیگه کاری که باید انجام بدیم، البته یه مدل دیگه هم داره، اون مدل رو بیاریم بهتره. STM32F103C6 رو من میارم، C6 این مدل، این بهتره. البته نه فرقی هم نمیکنه. چرا اینجوریه؟ البته این ورژن یکم قدیمی تره. اگر این ورژن 8.16 رو بریزیم اون چیزی که من میخوام و داره، این اگه اینو بریزیم یا 8.17 رو بریزیم، ولی اب نداره، با همین بریم جلو دیگه وقتمونو نگیره. الان میگم چی داره که این نداره. STM32F103C8 رو میارم. این تو اون آپدیت پروتئوس دو تا پایه اینجا اضافه شده، VSSA و VDDA. اینجا این مخفیه، ما مجبوریم دستی بذاریمش که ارور نگیره. اول باید تنظیمات بوتش رو انجام بدیم، بوتش باید زمین بشه، به این وی باتری هم باید یه ولتاژی بدیم. اگه الان اینو من ذخیره کنم توی این فولدر STM32 Projects، توی این P1 مثلا اینجا به اسم سیم ذخیرش کنم، خب و اینجا بیام و فایل هگز رو بهش بدم، اینجا بیام توی این فولدر دیباگ فایل هگز رو بهش بدم، فایل ELF رو بهش بدید، معمولا ارور میده. اگه بتونه با این کار کنه که خب میتونید خط به خط برید جلو کد رو ببینید، ولی معمولا ارور میده. با کیل میشه، با کیل خوبه، با این کیوب آیدیه نمیدونم چرا اینجوریه. پیشفرضم 8 مگ داخلیه فرکانسش، 8 مگ میذارم، البته اینجا دیگه اینه 8 مگ داخلیه پیشفرض. و الان اگر رانش کنم خطا میده، میگه این دوتا پایه به هیچ جا وصل نیست. نمیدونم چرا برداشتم مخفیش کردن. اینجا من مجبورم یه پاور یه گراند بذارم و از اینا قرار بدم. بیام یکیشو بذارم وی دی دی آ، یکیشو بذارم چی؟ وی اس اس آ. اگر آپدیت جدید پروتئوس بود خودش اینا رو داشت، نمیخواد بذاریم، اینجا بودش، حالا این نداره، مجبورم خودم دستی بذارم.
این الان اجرا کنم، اینم دوباره اجازه شبکه رو میخواد، من کنسل میکنم اصلا نره به اینترنت وصل بشه. این الان شبیه سازی میشه. حالا چون کدی رو ننوشتیم اتفاق خاصی هم نمیفته. حالا میتونیم یه برنامه خیلی ساده هم اینجا بیایم بنویسیم، برنامه رو حتما بین بگین و اند بذارید، اینجا نذارید چون کد جنریت کنید میپره، مثلا اینجا باید بذاریدش. حال یه کنترل اسپیس اوتو کامپلیت رو برای من بیاره، جی پی آی او مثلا تاگل پین. البته جی پی آی او رو بعد بریم اول تنظیمش کنیم، یه جی پی آی او نداریم. مثلا یه دونه از پایه‌ای که برد بلو پیل داره اینش اول بعد بذاریم رو حالت سریال وایر، و پایه پی سی 13 این به یه LED وصله، این خورده به یه LED، اسمشو LED یک میذارم، LED یک. یه بار کد رو بزنم جنریت بشه، سیو بزنیم خودش میاد، یس بکنم یس، این الان میره کد رو جنریت میکنه برای من، کد رو جنریت کرد. حالا اینجا من میتونم بنویسم LED یک یه کنترل اسپیس جی پی آی او پورت LED یک پین، میگم پایه LED یک رو بیا تاگلش کن. یه حال دیلی هم می نویسم، حروف کوچیکم بنویسید کنترل اسپیس بزنید خودش بزرگش میکنه، مثلا هر 500 میلی ثانیه یه بار چیز بشه. یه کنترل آی، یه کنترل آی هم اینها رو مرتب میکنه همینجوری که گفته بودم تو ویدیو قبلی. الان اگر بیلدش کنیم و اجراش کنیم پایه پی سی 13 داره چی میشه؟ کار میکنه. حالا نیم ثانیهش رو بعد با ثانیه پروتئوس مچ بکنیم و یعنی قشنگ دیگه کار کرد دیگه. اولین کدی که اینجا نوشتیم و داره شبیه سازی میشه، اینم از نصب پروتئوس و شبیه سازی یه مدل میکرو کنترولر مثل SCM32 با این برنامه. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید، خدا نگهدار.